با نام خدا و با عرض سلام، بر ساعت خبر از یک خوش آمدید. زمستان سرد امسال در ولایت های بدخشان و بامیان تا اکنون جان و نوتن را گرفته و این سردی ها 11 نفر دیگر را زخمی کرده است. ولی بدخشان می گوید برف کوچ زندگی نزدیک به 1 میلیون نفر را در این ولایت تهدید می کند. از سوی هم تمامی ولسوالی های بامیان با تهدید برف کوچ روبروست. در این حال مسئولان در بیمارستان حوزه‌ای هرات می گویند که در جریان 3 روز برفباری ها در این ولایت 8 تن جان باخته و 27 تن دیگر دچار شکستگی استخوان شدند. همچنان گزارش ها از ولایت فرا می رساند که 3 کودک و 4 مرد از اثر سرما در پی برفباری در این ولایت جان باختند. رزاق یعقوبی فرمانده پلیس فرا می گوید که 21 خانه نیز در اثر ریزش برف ویران شده است. 6 مرکز رایدهی در ولایت تخار زیر تهدید بلند امنیتی قرار دارد. مسئولان امنیت این ولایت می گویند این مرکزها در ولسوالی اشکمش قرار دارد. اما آنان بر تلاش هایشان تاکید دارند که امنیت مرکزهای یاد شده را تامین کنند. این مسئولان از تدابیر لازم برای تامین امنیت نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نیز خبر می دهند. ولی نورستان می گوید برکناریش از سمت این ولایت انگیزه سیاسی دارد. او اتهامهای وارد شده بر خود را رد می کند و برکناریش را به انتخابات ریاست جمهوری پیوند می دهد. رئیس جمهور کرزی شام دوشنبه والی نورستان، رئیس انکشاف دیات و رئیس کمیته آلات اسرار این ولایت را به اتهام فروش 3000 تن گندم برکنار کرد. از سوی هم اداره مبارزه با حوادث طبیعی نمی پذیرد که 3000 تن گندم در ولایت نورستان به فروش رسیده باشد. وزارت کار و امور اجتماعی برای 12 نهاد آموزشی فن و حرفه‌ای دیروز جواز فعالیت داد. این وزارت ایجاد مراکز فنی و حرفه‌ای را برای ایجاد شغل در کشور بسیار سودمند می‌داند. در این حال مسئولان این نهادها از تلاش‌ها به هدف آموزش کارگران در کشور خبر می‌دهند. همواره کارگران کشور به علت نداشتن فن و حرفه به سیستم‌های پیشرفته با انتقاد کارفرمایان روبرو بوده اند. اما در اینجا وزارت کار امور اجتماعی به بیش از 10 نهاد فنی و حرفه‌ای جواز فعالیت داد. اگر در یک کشور ما به افراد خود، برای اتباعی خود، برای هموطنان عزیز خود اشتغال خلق بکنیم، یقینا که امنیت در او کشور بچون چرا امنیت میاد. که چه تاسو تفاهمنامه او جواز در کار امور اجتماعی نوا نخلی نمون تاسرم؟ همکاری نشو کولی نو دا دیده پر بهتر از تاسو جواز موقعی تفاهم نامو موقعی چی پاینده که مون تاسو را همکاریو. دورتر از اینجا در شهر نو کابل هر روز ده ها کارگر اینگونه انتظار میکشند تا کارفرمایی آنان را به کار بگیرد. سردی هوا و زمستان زمینه های کار را به ویژه برای این کارگران بیشتر محدود ساخته است. والا ما نمیدونم چاوگ استاد سیم می کارگرای چاوگ است کلش بیکار بیروزگار بیچاره. کارگرانی که دارای فن و حرفه هستند برایشان همواره در بازار کار پیدا کرده اند. اما کارگرانی که آشنایی به فن و حرفه ای ندارند کمتر به کار جذب می شوند. از امرویتان به خبرهای این ساعت سپاسگزار هستم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.